همه فوتبالی ها میدونن که پپ گواردیولا اگر بهترین مربی جهان نباشه، قطعا یکی از بهترین هاست و تیم های او همیشه جام های مختلفی رو برده و همیشه در رده های بالاست. اما خب شاید کمتر کسی بدونه که این مربی بزرگ یک سری قانون‌های عجیب و غریب برای بازیکن‌هاش داره که توی تیم‌های دیگه کمتر دیده میشه و توی این ویدیو هم رفتیم سراغ همین قوانین. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب به کانال و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب میریم سراغ قانون اول، ممنوعیت پیتزا. وقتی که تیم لستر سیتی در فصل 2015-2016 قهرمان لیگ انگلیس شد، مربی اونها کلودیو رانیری بهشون قول داده بود که در صورت قهرمانی به بازیکن‌هاش پیتزا بده و این کار رو هم کرد. اما خب پپ گواردیولا اصلاً مثل رانیری نیست و پیتزا رو کلاً برای بازیکن‌هاش ممنوع کرده. گواردیولا به این عقیده است که بازیکن‌هاش با خوردن پیتزا خیلی سریع وزن اضافه می‌کنن و گواردیولا اصلاً این رو دوست نداره. او معتقده که وزن زیاد باعث میشه که عملکرد بازیکن‌ها پایین بیاد و بازیکن‌ها برای بازی کردن در تیم او باید حسابی فیت باشن. اولین قربانی این استراتژی گواردیولا هم سمیر نصری بود. نصری بیچاره برای گواردیولا زیادی اضافه وزن داشت و همین موضوع باعث شد که کم کم از چشم بیفته و در نهایت به ترکیه فروخته شد. گواردیولا هم از همون اول به همه نشون داد که اگر کسی در منچستر سیتی با او مخالفت کنه، از همون اول در فوتبالش شکست خورده. ممنوعیت آب میوه. دومین ممنوعیت عجیب و غریب گواردیولا ممنوعیت آب میوه هست. این مربی بازیکنهاش رو از نوشیدن هر چیزی غیر از آب ممنوع کرده. او معتقده که شکری که توی آب میوه های مختلف هست اثر بدی رو روی بدن بازیکنهاش میذاره. او به بازیکنهاش توصیه میکنه که خود میوه رو در حالت طبیعیش بخورن که بسیار بهتره. این قانون واقعا در این تیم وجود داره و 5 سال قبل گال کلیچی این قضیه رو تایید کرد. گایل کلیچی گفته اگر وزنت بالا باشه تو با تیم تمرین نمی کنی. این خیلی زیاد شنیده می شد، اما خب این اولین باری بود که من دیدم یک مربی واقعا انجامش داده. پپ آب میوه و البته پیتزا و غذاهای سنگین رو ممنوع کرده. با توجه به موفقیت های زیاد گواردیولا هم به نظر میاد که این بهای موفقیته. ممنوعیت اینترنت. یکی از عذاب‌آورترین قانون‌های پپ ممنوعیت استفاده از وای‌فای و اینترنته. در بعضی از نقاط زمین تمرین تیم منچستر سیتی دسترسی به اینترنت اصلاً وجود نداره تا بازیکن‌ها حواسشون از کارشون پرت نشه و توی فضای مجازی ناپدید نشن. در واقع گواردیولا از اعتیاد فوتبالیست‌ها به اینترنت خیلی بدش میاد. گواردیولا میخواد که بازیکن‌هاش از فضای مجازی به دور باشن و از ارتباطات زنده دنیای واقعی لذت ببرن. برای همین هم هست که اکثر طرفدارهای بازیکن‌های منچستر سیتی متوجه شدن که ستاره‌هاشون از تمرین‌های تیمشون هیچ پست و یا استوری نمیذارن. و این یعنی وقتی که این بازیکن‌ها در تمرین هستن توی یک دنیای دیگه‌ن که فقط و فقط توش فوتبال جریان داره. ممنوعیت مدل موهای عجیب. غیر از غذا و اینترنت، گواردیولا اعصابش حتی از مدل موهای عجیب و غریب هم به هم میخوره و اصلا از ممنوع کردنش ترسی نداره. پپ از همون اول که به تیم منچستر سیتی اومد، تمام بازیکنها رو از داشتن مدل موهای عجیب و غریب منع کرده. ظاهرا او اصلا از هر چیزی که غیر عادی باشه خوشش نمیاد. او به این عقیده است که نشون دادن مدل موهای استایلیش یعنی بازیکن به چیز دیگه‌ای در زمین توجه میکنه و تمام حواسش روی فوتبال نیست. برای همین هم هست که تمام بازیکن‌های منچستر سیتی مدل موهای ساده‌ای دارن و اصلاً استایل خاصی نمی‌زنن. تنها استثناء جک گریلیش و رحیم استرلینگ هستن که احتمالاً پپ تونسته اونها رو تحمل کنه و تازه اونها هم اونقدر زیاد با موهاشون ور نمی‌رن. ممنوعیت رابطه جنسی. پپ گواردیولا مربیه که حتی توی اتاق خواب بازیکن‌هاش هم میاد و بهشون در مورد رابطه جنسی با پارتنرشون هم دستور میده. بله، این واقعیت هست و او بازیکن‌هاش رو از داشتن رابطه جنسی بعد از نیمه شب منع کرده. به عقیده این مربی این کار به بازیکن‌ها کمک می‌کنه که بهترین عملکرد رو در زمین داشته باشن و از مصدومیت‌های ماهیچه‌ای هم جلوگیری می‌کنه.
به گفته سمیر نصری او این قانون رو روی لیونل مسی پیاده کرده و این کار باعث پیشرفتش شده. تازه گواردیولا این کار رو روی لواندوفسکی هم انجام داده تا او بتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه. این هم یعنی هیچ استثنایی برای گواردیولا وجود نداره. حتی برای بهترین بازیکن جهان لیونل مسی و معلوم نیست که همسر او آنتونلا بعد از شنیدن این خبر چقدر ناراحت شده. در کل تا کردن با این همه قوانین عجیب خیلی سخته، اما خب بازیکن‌های پپ نمیتونن از دستش عصبانی باشن، چون این قوانین آخر هر فصل براشون جام‌ها و موفقیت‌های زیادی میاره. خب نظر شما راجع به پپ گواردیولا و این قوانین عجیبی که بازیکن‌هاش رو مجبور می‌کنه اونها رو اجرا کنن چیه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.